هم به همون شکل شمشش روش میکشیم. این شکل دوستان. خب دوستان که چون که نصف شد یه شمشه روی کروم هامون میندازیم که ببینیم چجوری گچ افتاده و اضافه یا کمبود کجاهاش داره. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از کانال آموزش گچکاری. دوستان ما اومدیم پارت دوم کروم گرفتن روی این باکس های راویزه رو اومدیم براتون آموزش بدیم. بریم برای آموزش. بریم برای آموزش. خب دوستان، قبل از اون ما گچمون رو ساختیم و آماده کار است. حتما ما شرکیچ خوش رو روی گچمون بندازیم که باعث میشه بعد از شمشی کشی تراشیده بشه. دوستان دوستان. این کروم رو هم ما گرفتیم، میریم برای کروم بعدی. خب دوستان، ما اینجا آمدیم از اول کار کشو میکردیم، فقط برای این دوستای تازه کار آمدیم این ویدیو ساختیم و آمدیم از اول کار مرحله به مرحله کروم زدن و کمون کردن روی راویز و کروم گرفتن و شمش گرفتن رو و دهانو پر کردن رو آموزش میدیم. امیدوارم خوشتون بیاد دوستان. حتما ویدیو رو لایک کنید، یه حمایتی هم از من میشه. دوستان عزیزم، هدف ما از ویدیو ضبط کردن و آموزش دادن این نیست برای سرگرمی شما دوستان باشه یا سرگرمی ما باشه. دوستان ما ویدیو ضبط میکنیم فقط برای شما دوستان عزیز که از کار گچکاری یه مقدار سر در بیارید. پس اگر عضو کانال ما نیستی، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن و عضو کانال ما شو.
ولی اگه کیش رو آفر میگم این هم با بیزی نیست آفر میگم خب دوستان این 4-5 کروم هم به پایان رسید و میمونه یک کروم اون آخر که اونا رو به پناه باید بزنیم خب دوستان رسیدیم برای این دو تا کروم که باید به پناه بگیریم ما میریم برای پر کردن این دو تا کروم دوستان مشاهده می فرمایید که کروم هامون به پایان رسید و بعد از این کروم ها من براتون یکی دو قوار دهنا رو پر می کنم و شما بدونید که چجوری باید دهانا رو پر کنید اول از همه گچمون رو به هم میزنیم و از بالا شروع میکنیم در حدی که دستتون به بالا برسه دستان میمیم مرحله به مرحله پایین این
گچ که من کار کردم یه مقدار گچ خوش برای کارم ما رفته بودم سر بود و این گچ الان بهتره برای دهنم کار کردم. مش گچ رو بر میداریم به این شکل روی ماله میدازیم، لبه ماله رو روی دیوار قرار میدیم به این شکل گرد مانند میدازیم روی دیوار مثل به این شکل مرحله به مرحله. و بعضی جا که این جاهایی که بار نشده بعدش که شمشی کشیدیم این جاها رو بعدش پر میکنیم. مشاهده بفرمایید دوستان، مشتگش رو ببینید که من چجوری توی دهانه کار این شکل. همیشه وقتی این دولب ماله رو روی دیوار قرار بدیم هیچ وقت گچمون نمیده. اگر به این شکل گچ رو بزنیم به این گوشه گچ رو مشاهده بفرمایید از چهار طرف گچ میزنه بیرون و باعث میشه که دهانمون قرص بزنه. و در آخر گوشه رو راحت روی دهانه میکشیم دوباره با ماله جاهایی رو که شمشه گچ رو نگرفته دوباره گچ میدازیم و حواسمون باشه دوستان روی کرومون هیچ وقت گچ نیفته. اگر روی کروم به این شکل گچ افتاد حتما باید دوباره بکید ماله از روی کروم جمع کنیم چون باعث میشه برز بشه بعدا. دهانه این طرف انجام شده به دست استادمون و پر شده به این شکل باید زیر پر میدرده. مشاهده بفرمایید دوستان وقتی اگر ما روی کروممون گچ بیفته موقع شمشه کشیدن گچ که روی کروم متوجه نمیشیم و گچمون باعث میشه باز بشه و از روی کروم میزنه بالا. وقتی روی کروم گچ نباشه راحت شمشمون رو میکشیم و گچ های اضافی هم از روی دهانه جمع میشه. الان مشاهده بفرمایید عزیزان وقتی ما دهانه رو میخواییم پر کنیم یک بار شمشه رو عمودی میکشیم بالا و یک بار افقی میکشیم که این گچی رو که ما روی دیوار کار میکنیم حتما شمشه کش در بیاد. هر اندازه ای که دیوارمون میخواد به همون اندازه روی مشتمون میندازیم و میزنیم توی دیوار گچی. بعدش شمشه رو به این شکل از پایین یه خورده اوریب مانان به این شکل نه به این شکل به این شکل میگیریم و میگیریم بالا. جاهایی که شمشه رو گش رو شمشه نگرفته همون جاها دوباره گش رو با دست میخوابونیم. اول از همه دوستان ما باید بیاییم
دو قواره بالا کار کنیم و دو تا قواره پایین کار کنیم که دهانمون بکنیم شمشه راسته توی دهانه بندازیم و در آخر که بالا رو میخواییم صاف کنیم تر شمشه رو روی یک قسمتی از کروم یا شمشه قرار میدیم و بالای شمشه رو روی گچی که انجام شده میذاریم گچ های اضافه رو میباریم. خب دوستان مشاهده بفرمایید گچمون پایان رسید و دهانمون تا اینجا پر شد و سوراخ هایی که شمشه پر نکرده در آخر با ماله و مقداری از گچ رو روی دست میذاریم این شکل دوستان این شکل با دست میکشیم و تیغ ماله روی سوراخ ها و حباب ها ماله رو میکشیم این حباب ها پر میشه زیرکارمون حالت آتیش رو به خودش بگیره به این شکل دوستان خب میریم برای استنبولی بعد و رسیدیم دوستان برای طرح کارمون که باید یه قواره اینجا بندازیم تا به این قسمت بعدش با ما بتونیم هم به صورت عمودی شمشه رو بکشیم هم به صورت افقی شمشه رو بکشیم به این شکل دوستان باشی گش رو روی ماله میذاریم و طبق معمول گوشه ماله رو به دیوار میذاریم به این شکل دوستان Thank you.